قدر داشته های خود را بدانیم. با این داستان گوش کن. پیرمردی را از شفاخانه بیرون کردن. با دیدن حساب بانکیش اشک از چشمانش جاری شد. در حالی که نرس ها در کنارش بودن و برایش مداوم میگفتن که ما به خاطر کمک کردن این پولی که از حساب بانک تو گرفته شده برای تو کمک میکنیم، اون پیرمرد در پاسخ گفت: من به خاطر این همه پول هایی که مصرف شده جگرخون نیستم. پس به این فکر هستم که ما انسان ها چقدر ناسپاس هستیم. به خاطر دو روز تنفس کردن اکسیژن از این دستگاه شما، من مجبور به پرداخت بیشتر از 40,000 یورو باید باشم. اما ما انسان ها چقدر ناسپاس هستیم که سالهای سالها از این نعمت الله سبحانه و تعالی، از این فضای زیبا، از این اکسیژن رایگانی که در مقابل ما گذاشته است و ما استفاده میکنیم ناسپاس هستیم. پس من گریان و اشکم به خاطر پول نیست، بلکه به خاطر این همه نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برای من داده هست را نمیفهمم. واقعا ما انسان ها چقدر ناسپاس و ناشکر هستیم. هرگاه میخواستی نعمت الله سبحانه و تعالی را بدانی، یک بار چشمانت را ببند و با خود تفکر کن که الله سبحانه و تعالی در مقابل این همه نعمت ها، در مقابل این همه نعمت هایی که رایگان برای تو نصیب کرده چه طلب کرده. آیا فکر میکنی خلقت این همه دنیا به خاطر این است که تو فقط از اون لذت ببری و فردایی در مقابل این همه نعمت ها پرسان نمیشوی؟ بدان آن خالقی که این همه نعمت ها را برایت گذاشته، روزی همه این نعمت هایی را که از او استفاده کردی ازت پرسان میگنه که من در مقابل که براتون نعمت دادم، چشم بینا دادم، گوش شنوا دادم، از اکسیژن رایگان من استفاده کردی، از این طبیعت زیبا و آب و هوای زیبا استفاده کردی، پس برای ما دشنام هم دادی، پس در مقابل این همه نعمت ها چه برایم کردی؟ در اون صورت چه پاسخ برای آن ذات حق خواهیم داشت؟ بیاین قبل از این که مرگ به سراغ من بیاید و مرگ بیاید به سراغ من، تا این که بعدهایش بریم به حضور الله سبحانه و تعالی و پاسخی نداشته باشیم در مقابل این همه نعمت ها، چه زیباست که فعلا شکران الله سبحانه و تعالی را بکنیم و الله سبحانه و تعالی تفکر بکنیم که از ما چه خواسته هست. فقط در مقابل این همه نعمت ها خواستم که او را پرستش بکنیم، او را عبادت بکنیم، حق مردم را نخوریم، دروغ نگوییم، به مال مردم تجاوز نکنیم، کسی را فریب ندهیم، با عاطفه درونی کس بازی نکنیم، محبت کسی را با بازی نگیریم، در مقابل الله اعلام جنگ نکنیم، در مقابل رسول الله اعلام جنگ نکنیم. چون قبل از شماها کسانی بودند که این همه نعمت ها برایشان رسیده بود، کفران نعمت کردند و در مقابل الله مبارزه را شروع کردند و فنا شدند و از دنیا رفتند. پس تو هم با این کفران نعمتت و با این مبارزه بیهودت بدان که به هیچ راهی و هیچ هدفی نخواهی رسید. پس بیاین که سپاس الله سبحانه و تعالی را بکنیم که برای ما نعمت نصیب کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا شکرا.